سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه تو این تصویر کارون جریان داره سلام فرادم با ماست سلام فرزادم این بغل نشسته سلام خوش آمدین با تصویر بی کیفیتت برگشتی الان یادم اومد که قرار هفته دیگه دیگه تو این قاب نیستیم آره آره خدا رو شکر میریم که برگردیم یه ذره میخوایم توضیح بدیم در مورد هفته دیگه که چه خبره میدونیم چیزی هنوز یا نمیدونیم کارون توضیح هست آره هفته بعد لایف داریم قراره که در واقع لایو اینستاگرام بذاریم حالا من تا ساعت دقیقش رو اعلام میکنم تو طول هفته سعی میکنیم که یه قرعه کشی هم تایید ببینیم که برای اون تیشرت هم قرعه رو بکنیم احتمالاً در مورد فصلی که گذشت صحبت میکنیم دیگه این فصل مزخرفی که <تص> شروع کردیم سال 2020 شروع کردیم رفت توی کورونا دور اومدیم بیرون ازش حالا دوش بیشتر صحبت میکنیم ولی قراری ابزور فان دور همی باشه مثل تمام اون سیزن فنال فنالی هایی که تا الان داشتیم بریم یه راست سر اپیزود کارون ببینیم کارون چی آورده برامون عجیب گرست نمه نهار نخوری؟ من نهار نخورم نهار نخورده صدایی که میشه یکی رو اسپیکر بود کی اوکی یکی از بچه ها لپتاپش رو اسپیکر بود هر کی بود فرضا تو داری دیگه نگاه میکنی نه اطلاق خود ایمان بوده چون یابو آب میده اصلا چرا بفهمید آره شروع کنیم نه من واقعا نبودم ولی حالا نه نه لفظ یابو دادن رو بگو حالا قبل اینکه شروع کنیم من یه چیزی خیلی ذهنمو جدیدن درگیر کرده الان که جون الان که زیاد خونه میمونم اینا میفهمم قدیم خب مثلا من در کل شبانه روز ممکن بود سه 4 ساعت بیدار توی خونه میموندم خیلی نمیفهمیدم که حوله های خونه خیلی کثیف میشن هوله؟ آره حوله الان که مثلا 24 ساعت خونه هی میفهمم این هولا زیاد کثیف میشن و بعد هی بشورم و اینا بعد یه که بیشتر فکر کردم دیدم من کی از حوله استفاده میکنم زمانی که من تمیزم یعنی اینکه آدم دستشو میشوره از حول استفاده میکنه از همون میاد بیرون از حول استفاده میکنه ما هر وقت تمیزیم از حول استفاده این چه جوری کثیف میشه گرد و غبار جواب بدیم نظر آره اونو. بدید این نظرتو واقعا بده برام سوال شده گرد و که قبلش روش نشسته بعد خیسی که بهش میخوره اینا حل میشه شاید اونطوری میشه <تصفح> بعد اجیتتش کنی آره بعد اجیتتش کنی. و اگه بمونه نم داشته باشه هم خب قارچ میزنه. عامل فساد میشه. به هر شما توی همون تمیزی هم به هر یه سری روغنا روی پوستت وجود داره دیگه. من برا سوال چی جوری همیشه ما تمیزی ما از این استفاده میکنیم این. بعضی هم درصد تمیزی وجود از. داره دیگه. چیزی که تو فکر میکنی تمیزیش واقعا تمیز نباشه. اون که 100 درصد تو <تصفح> حالا بحث هله شد ما یه چیزی بود که اومده بودیم اینجا کانادا اگه ایرانی میدیدیم که مثلا داره از روبرو میاد با رفیقمون بودیم میخواستیم حواسمون باشه اینا میگفتیم هله این یه رمز و کد بود آره برای ایرانی یه فوش ندید مثلا موقعی که یه انسان شخص مسنی میدیدیم ایرانی بود بچا آدم انقدر باشید ورد زبونی که آره من اینطوریه من خیلی فوش میدم بچه فقط من پنجره کسی بازه اونجا پنجره من بازه آره صدای عجیبی داره میاد خب برو نه صدا اینجا نمیاد از همه میخوام این شرایط فرضی رو که من میگم تصور کنن خب شروع کنیم میخوام قصه براتون بگم این قسمت هیچ شروع شد یه سرزمینی رو در نظر بگیرید که توش ورزش کشتی خیلی مهمه خب بله اصلا این ورزش معیار و نماد موفقیت بچه ها توی اون سرزمینه و اینکه همه خانواده دوست دارن که بچه هاشون یه روزی کشتیگیر خوبی بشن آه. که اگه بشه طرف آیندهش تضمین شده و همه جا بهش احترام میذارن نماد غروره ورزش کشتی توی اون سرزمین کسی هم نمیدونه اصلا این ایده چجوری توی ذهن این آدم ها به وجود اومده چجوری وارد فرهنگشون شده و چرا مثلا انقدر ورزش کشتی براشون مهمه تمام تمرکز مدارس این سرزمین هم اینه که سطح کشتی بچه ها رو بالا ببرن هیچ نهادی هم هیچ وقت نبوده که بیاد ارزیابی کنه که آیا واقعا ورزش کشتی و داشتن مهارت توی اون تنها چیزیه که بچه ها توی آیندهشون بهش نیاز دارن از این خبرو نبود هیچ وقت این بیا نشده همه به این باور داشتن خانواده دوست داشتن بچه هاشون بشن و نماد موفقیت بوده یه عالم مدرسه کشتی هم توی این سرزمین بوده که به روش های مختلفی کشتی رو تدریس میکردن یه سری از این مدارس خوب به طب معروفتر بودن از بقیه کیفیت بالاتری ارائه میدادن و ورود به این مدارس خب آسون نبوده ظرفیتشون کم بوده قاعدتا همه هم میخواستن برن اونجا دیگه باید. و چیکار میکردن این مدارس؟ اون مدارس میبادن بچه ها رو برای امتحان اصلی کشوری آماده میکردن که اون امتحان اصلی کشوری بچه ها رو میبرد به سمت ورزشکار حرفه ای شدن مه. توی تمام مدارس اصول اولیه کشتی آزاد و فرنگی رو یاد میدادن سگ رو قلم می, دادن. و قدم بلد. می زدن. بلد بودن آره بوز انداز میزدن نمیدونم سگک رو میگرفتن توی میتابوندن هم دیگه رو آره کمرکش و فیتو و همه اینا حالا میدونن یه سری یا فرق بین کشتی آزاد و فرنگی چیه کشتی آزاد کشتی که ما ایرانیا بیشتر دوست داریم خالجیش فری استایله که توی این کشتی تو میتونی پا رو هم دخیل کنی یعنی میتونی زیرگیری کنی پای طرف بگیری فتح پا بکشی توی کشتی فرنگی نمیتونی این کارو بکنی فقط کمر به بالاه واسه خاک کردن حریف تا قبلش اصلا نمیتونی پا بزنی برای همین ما ایرانیا کشتی آزاد بیشتر دوست داریم خیلی هم توش بهتریم همیشه قهرمان جهان بودیم توی کشتی آزاد کشتی فرنگی ها. چیه؟ آخر دیگه نشدیم فکر کنم شدیم؟ چرا؟ ما... حالا معمولا میشیم بعد مم. تو المپیک هم خوب مدال میاریم کشتی فرنگی اینجوری نیست فقط همید سوریا نمونه که خوبه کلا ما ایرانی خیلی به کشتی فرنگی چیز نداریم علاقه نداریم حالا توی اون سرزمینه توی مدارسش جفت کشتی ها رو اصول اولیهش رو یاد میدادن ولی حرفه ای نمیشدن توی مدارس بعد توی اون سرزمین میگم چون نماد غرور بود به آدم ها هم لقب میدادن اونایی که کشتیشون خیلی خوب بود لقب حیوانات مختلف آفرین پلنگ و یوز پلنگ و این صدای اسپیکر هنوز داره میاد آیم آفریقام من هیچی ندارم یا شاید دستگاه تو داره بر برمیگردونه تو گوش ما برای برا من نیست همچین چیزی بعضی موقع میاد و من تغییری به هیچ چیزی ندادم ولی خب امیدوارم توی بعد اینکه پخش میشه این اتفاق نیافتاده باشه خب آره خلاصه اینا یه رقبایی هم به کشتیگیراشون میدادن و این داستانا بعد اکثریت هم که تمایل داشتن برن مدارس خوب کشتی بگیرن اونجا مربیای بهتری بود که اون امتحان اصلی که گفتم رو مربیا بچه‌ها رو برای اون امتحان اصلی کشوری آماده میکردن بعد تازه بعد از اون امتحانه بود که یه لیست نهایی اعلام میشد توی اون سرزمین که اون بچه ها میرفتن برای کشتیگیر حرفه ای شدن یه سریاشون میرفتن فرنگی یه سریاشون میرفتن آزاد حالا شخصیت اصلی داستان ما کیه یه پسری به اسم هوشنگ هوشنگ سلام آره این آقا هوشنگ چش که باز کرد دیدش توی یکی از این مدارس خوب داره کشتی گرفتن رو یاد میگیره هر جفتش فرنگی آزاد و داره برای اون امتحان اصلی آماده میشه اوضاعش هم توی مدرسه خوب بود همه هم تخمین زدن که موفق از اون مرحله انتخابی رد بشه و دقیقا رد شدن از مرحله انتخابی همون چیزی بود که خانواده ها و جامعه براشون مهم بود همین که توی لیست نهایی باشی کافی بود براشون دیگه بقیهش مهم نبود بودن توی اون لیست نماد غرور بود براشون هوشنگ قصه از وقتی خودش رو شناخت فهمیدش که بودن توی لیست نهایی هدف اصلی زندگیشه و داره براش سخت تلاش میکنه با تمام وجود هر کاری که بتونه رو داره انجام میده این به این یه جایی یه گوشه ای از ذهنش میدونست که فقط بودن توی اون لیست نهایی ارزاش نمیکنه یه چیز ماورای اون رو هم میطلبه ولی هیچ وقت فرصتش نبود که بره بررسی کنه ببینه دقیقاً اون چیه, چیه؟ برد. چرا می خندی؟ خندید خوشنگ من من خندید. بابش بوده دنبال فراد منم منم آره علاوه بر اون که میدونست فقط بودن تو براش مهم نیست خوشن زیرگیر بود <تصفح> یا حداقل خودش فکر میکرد زیرگیر خوبیه فتح پای خوبی میزنه کشی آزاد بیشتر دوست داشت اگه قرار بود بره فرنگی ممکن بودش که خروجی خوب نشه استعداد فکر میکرد نداره خلاصه اون روز امتحان اصلی رسید اون امتحان اصلی کشوری که یه تعداد محدودی از همه بچه های اون سرزمین انتخاب میکنن رسید پوشنگ هم توش موفق شد اسمش توی لیست نهایی بود تا همینجا هم برای همه مردم کافی بود اون احترام داشت. همه رو داشت آره احترام همه رو داشت ولی چی ای... صدای داره میاد صدای چی آره. یه لحظه شد من هیچی ندارم آره. اوه آره این اتفاق افتاد این اتفاق خوب افتاد وقتی رفت محل تمرین اون آکادمی اصلی که اون آدمایی که توی لیست نهایی بودن اونجا حضور داشتن چیزی که ازش میترسید اتفاق افتاده بود به هوشنگ گفتن که تو باید بری کشتی فرنگی بگیری با اینکه این کشتی آزاد دوست داشت و چرا گفته بودن به خاطر اینکه یه سری آدم رو با پارتی بازی انداخته بودن توی کشتی آزاد چیزی که بیشتر مورد نظر آدما بود با اینکه این قابلیتش رو داشت استعدادش داشت و تمام شرایطش هم جوری بود که مربیا گفته بودن این میتونست بره توی لیست نهایی و کشتی آزاد بگیره با پارتی بازی یه سری دیگر رو گذاشتن و این موند و کشتی فرنگی خب حسی که داشت رو هیچ وقت موفق نشد توصیفش کنه در واقع اون حس رو نتونست به آدم های دیگه منتقل کنه که چرا حس بدی دارن به خاطر اینکه آدم های دیگه بهش میگفتن همین که توی لیست نهایی هستی کافیه خیلی آرزوشون بود توی اون لیست نهایی باشن و هیچ وقت اون رو تجربه نکرده بودن هیچکی نمیفهمید که این داره چی میگه بی علاقه گی که به کشتی فرنگی داشت یه طرف دیدن علاقه بقیه به کشتی فرنگی و اینکه از بچگی همشون دوست داشتن اصلا فرنگی کار بشنم یه مشکل دیگه برای این داشت آدمایی که تو تیم این افتاده بودن اصلا بچگی همه عاشق فرنگی کار شدن بودن هیچ کدومشون زیرگیری نبود این فنونی که ایمان گفت فن کمر و فیتو سگ به بغل فقط یه بار من فقط ایمان... سگ به بغل یه بار شنیدم یه جو برای این استفاده میکنم من خودم هم آره. میکنم که این صدای امیدوار باشم نیاد حالا نمیدونم کمک میکنه آره. یارو آره این فنون کمر و فیتو بدل این فنون رو همه بلد بودن توی اون گروهی که این افتاده بود و اینا همه هوشنگ داستان رو بیشتر دل زده میکرد. اعتماد به نفسش رو بیشتر میگرفت. و اینجا دیگه این فکر به ذهنش خطور کرد که شاید اصلا برای این کار ساخته نشده. شاید اصلا نه استعدادش رو داره نه قابلیتش رو داره. شروع کرد و به خودش شک کردن. خودش رو زیر سوال بردن. و اعتماد به نفس هم یه داستانیه مثل گردابه مثل گردباده اینجوری از یه جایی ممکن شروع بشه و هی hey, ادامه پیدا میکنه و هی hey, پایین تر میره و این هم داشتی اون قضیه پایین تر میرفت کلا <applause> گرده آره بح. این سوالا که تو ذهنش میاد ولی یه جایی از ذهنش میگفت خب اگه استعدادش رو نداشتی توی این لیست نبودی یه دلیلی داشته توی این لیست هستی دیگه اختیار رو از زندگی خودش گرفته بود خودش رو مسئول نمیدونست سیستم رو سرزنش میکرد که چطور اینی که انقدر مثلا استعداد داشت توی کشتی آزاد و لیاقتش رو هم داشت شرایطش رو داشت مربیا گفته بودن حقش رو خوردن نذاشتنش توی لیست آزاد گذاشتنش توی لیست فرنگی دیگه انگیزه هم نداشت تلاش کنه چون تا از وقتی به خودش اومد حس کرد که همه ی هدف و انگیزه زندگیش از بودن توی لیست نهایی داره میاد وقتی رسید به اون هدف دیگه انگار زندگیش پوچ شد دیگه چیز جدیدی نبود که براش بجنگه از اون طرف هم افتاده بود توی یه گروهی که خیلی مطلوبش نبود اینا همش باعث شد که اون اعتماد به نفسی کمتر بشه و بیشتر اون اختیار رو از خودش سلب کنه و فکر کنه که شرایط رو یه سری آدم دیگه تع... تعیین کردن براش و این قدرت تغییر اون شرایط رو نداره چند سال به همین ترتیب گذشت می میرفت و می اومد بدونه که پیشرفت کنه بیشتر و بیشتر هم حس میکرد که به اون جمع تعلق نداره کلا هم حس خوبی نداشت لذت هم نمیبرد عادت کرده بود که لذت رو توی رسیدن به نقطه پایانی تجربه کنه توی رسیدن به هدف اینجا آهنگم زیاد شروع کرد گوش دادن که الان ایمان میگه چه آهنگی تنها. آره به این مدل آهنگوش شدن ها دیگه اینجا بعد انتظار داریم که هوشنگ به خودش بیاد دیگه خیلی تا <تصفح> الان دیگه دپرس شدیم و اینا هوشنگ یه هوشنگ یه جایی دید که تا آخر عمر نمیتونه قور بزنه که چرا مثلا مسئولا برخلاف میلش اینو انداختن یه جا دیگه و تونسته بود تا چند سال خودش رو با این بهونه قانه کنه ولی دیگه این بهونه برای خودش حداقل جواب نمیداد بقیه هم که اصلا براشون مهم نبود بقیه گفته بودن تو توی لیست نهایی تو وضعیت خوبی داری اصلا کسی درکش نکرد هیچ وقت بعد همزمان نوبت به یادگیری یه سری فنون کشتی فرنگی رسید که این حس میکرد یه نیمچه علاقه توشون داره این شروع که یه ذره فقط یه ذره پشت کار گذاشتن خیلی هم نه یه ذره سختم بود به خاطر اینکه رقابت عادلانه شروع نکرده بود انگار یه مسابقه دو یا شروع کرده بود که بقیه مثلا 100 متر 200 متر از این جلوتر بودن بقیه از دوران مدرسهشون تمام فنون رو یاد گرفته بودن علاقه داشتن این اونجا نبود توی این چند سال هم که این شغل کرده بود بیشتر اونها باز جلوتر رفته بودن و این دیگه خیلی عقب افتاده بود این فکر همچنان هوشنگ آزار میداد که این شرایط شرایطی که نیست که بخواد این تلاشش رو کرده بود گذاشته بودنش جایی که نباید باشه ولی دیگه براش قانع کننده نبود ادامه داد اون فنونی که یه ذره بهش علاقه شده بود و شروع کرد ادامه دادن بیشتر تلاش کردن اینجوری هم نبود که مثل فیلم ها دیدید یکی تو بدترین شرایط ممکن است بعد شروع میکنه یه کاری انجام دادن کاملا مطمئنه که به نتیجه میرسه اصلا اینجوری نبود خیلی هم نامطمئن بود توی اون مسیری که داشت میرفت تو فیلم هم بارها... نامطمئن نه نیستن نه فیلم هم با هم با ها میفته آره فیلم ها یه هلیت جوری هلیت مثلا میرسن. کاراکتر داستان رو طراحی میکنن که از یه جای بعد دیگه مطمئنه که بره به هدفش برسه و حالا همه مشکلات رو شکست بده اینجوری نبود خیلی هم شک و تردید داشت دوباره اون سال میومد تو ذهنش ولی تصمیم گرفته بود که یه کاری بکنه ادامه بده از قدیمی هم شنیده بود که اگه تو بیابون گم شدید یه مسیر مستقیم رو انتخاب کنید بهش ادامه بدید هی hey, این شاخه به اون شاخه نکنید و اینجا بود که دیگه فکر اینکه یه به یه نحوی بره توی تیم کشتی آزاد رو کامل از ذهنش گذاشت بیرون با. و مون تصمیم گرفت که بمونه کشتی فرنگی و ادامه بده زبانش هم بد نبود هوشنگ رفت توی اینترنت یه جمله یا از یه روانشناس پیدا کرد که توش گفته بود بعضی از افراد لذت رو در انجام دادن کارها پیدا میکنن این همخونی نداشت با روند زندگی قبلش که لذت رو توی رسیدن به هدف و موفق شدن پیدا کرده بود ولی این رو خوند که لذت رو در انجام دادن کارها هم میشه پیدا کرد لزوما قرار نیست بریم به اون نقطه نهایی برسیم آروم آروم پیشرفت کرد به جایگاه قابل قبول و با احترامی رسید توی اون جامعه که بود توی اون سرزمین فرضی که گفتیم توی همون رشته فرنگی هیچ وقت هم نفهمید اگه رفته بود کشتی آزاد چه اتفاقی می افتاد شاید اصلا رفته بود قهرمان جهان شده بود شاید هم نشده بود من. ولی فهمیده بود که میشه لذت رو در انجام دادن کارها پیدا کرد و این تغییر آهسته و به مرور اتفاق افتاده بود بالا پایین هم زیاد داشت و بارها شک کرده بود ناامید شده بود همونجور که گفتیم ولی انگار جواب رو پیدا کرده بود جوابش تداوم بود پافشاری به رفتن مسیری که انتخاب کرده بود بعد این هوشنگ فیلم هم میدید نشست فیلم سنت آف وومن رو که دید بله اونایی <applause> که دیده باشن آخرش آل پاچینو یه مونولوگ عجیب غریبی داره یه تیکه از اون دیالوگ خیلی به نظرش خوش اومد و خیلی تو هست بوی خوش زن توی آره. فارسی ترجمهش کرده که اونجا که آلپاچینو آخرش داره تکی صحبت میکنه میگه که داچوب اون پسره توی اون داستان فیلم میگه اون یک مسیر رو انتخاب کرده که مسیر درستی هم هست اینا انگلیسی شو گوش خیلی بهتر فارسی شما میگم بعد در میاد ولی میگیم دیگه میگه اون یک مسیر رو انتخاب کرده که مسیر درستی هم هست مسیری که از اصول ساخته شده و به شخصیت منجر میشه این خیلی به دلش نشست بعد هوشنگ رفت دید که بابا این چیزی که بعد از سالها خودش فهمیده بود که تداوم جواب این قضیه است رو خیلی بزرگان اشاره کردن بهش خیلی هم مستقیم اشاره کردن من چند اینجا میگم بنیامین فرانکلین نویسنده و فیلسوف آمریکایی و بنیانگذاران یکی از بنیانگذاران آمریکای مدرن این جمله رو میگه میگه که انرژی و تداوم همه چیز رو به تسخیر در میارن کلوین کولج ایشون یه بازه رئیس جمهور آمریکا بودن خیلی جالب میگه میگه هیچ چیزی در دنیا جای تداوم رو نمیتونه بگیره استعداد نمیتونه هیچ چیزی رایجتر از یه آدم با استعداد ناموفق نیست هوش هم نمیتونه انسان باهوشی که به جایی نرسیده تقریبا داره به یه اصطلاح تبدیل میشه تحصیلات هم نمیتونه دنیا پر از انسانهای تحصیل کرده بیخانمانه تداوم و اراده به تنهایی قادر مطلق هستند درسته و آقای بیل برادلی بسکتبالیست حرفه‌ای بودن بعدا سیاستمدار شدن میگه که جاه طلبی مسیر به موفقیته تداوم ماشینیه که توش به موفقیت میرسید من میگم بقیهش سکوت کنیم بریم مدام بریم فای... همین رو کن ولی واقعا به این اعتقاد داری؟ یعنی واقعا به این اعتقاد داری که اگه مداوم کاری انجام بدی به خوشحالی میرسی آخرش؟ من به این اعتقاد دارم داستان, داستان اولی هوشنگ من به نتیجه اون کاره اون نتیجه ای که میخواستی بهش میرسی چون توش هی بهتر و بهتر میشه حالا اگه حالا چی میشد اگه اصلا هوشنگ کشتی دوست نداشت دوستش بره بلی دنسر بشه رقص عربی انجام بده اون یه قسمت دیگه ممکنه راجع به اون صحبت کنیم تو این قسمت هوشنگ دسته. توی اون سرزمینی بود که کشتی مهمه و ایشون هم استعداد کشتی داشت نه نه میگم سرزمین کشتی مهمه ولی هوشنگ دوست داره بره رقصنده عربی بشه خب اونو تو یه قسمت دیگه صحبت نه حالا از خود دارم میپرسم آ. یعنی از واقعا دارم سوال میپرسم خب اینم جوابش همینه دیگه یه قسمت دیگه این قسمت طراحی شده بود که هوشنگ کشتی دوست داشته باشه مال مربوط سرزمین داغستانه که من فکر کردم کارون الان میخواد بکشه بیرون از هوشنگ و بگه اسم مثلا با چی دیگه چی؟ مثلا بگه که این داستان حالا مثلا در مورد این داستان بوده چی میگم کلن تغییرش بده ولی ذهن ما رو اونطوری بسازه من اینطوری فکر کردم ولی جالب بود فکر کرد مقدم از هوشنگ منظورش اینه نه هوشنگ اصل داستان بود اصل داستان ولی حالا فرض تو هم بر همین باوری که اگه که یه کسی مداوم یه کاری رو انجام بده و به قول خارجی ها گیو اپ نکنه و گیو این نکنه و تمام گیو دیگه آخرش به خوشبختی و خوشحالی و اینا میرسه من خودم تجربه که داشتم آره مثلا اینطوری بوده که از یه چیزی حالا همیشه پس ذهنم یا بدم میومده یا میترسیدم یا هر داستانی بوده ولی حالا شرایطی که پیش اومده مجبور شدم که برم و اون کار رو انجام بدم و اولش مثلا روز دل سردی و مثلا نمیخوام همه اون چیزهای منفی ولی رفته رفته بهتر شد مثلا خودم تو اون کار بهتر شدم و الان که حالا مثلا شاید بمونم فکر کنم یه احساس رضایتی دارم یعنی اینی که شاید برای اینی که فکر میکردی یه روزی نه مثلا تو اون کار خوب هستی نه دوستش داشتی نه هیچی ولی کردی و خیلی هم خوب شد اون که شاید احساس خوب رو به تو میده در حینش هم میتونم بگم آره وقتی که مثلا بهتر شدم تو اون کار اون احساس رضایت رو به من میداد آره آره خب حالا قبل از اینکه یه کاری انجام بدید مطمئن اگر که ذهنیت بدی هم در داشته باشی مطمئنا اینه که خوشت نمیاد یاد هزار تا بهونه میاری که به قول رو خوشت نیاد و هرچی توش بهتر میشید شاید اون حس بده کمتر بشه برای میخوام بدونم که حس خوشنودی آخرش میرسه یا نه من هنوز به این باور نرسیدم که کسایی که حالا خیلی تلاش فر... طرف کاری دوست نداره افتاده توش مجبور این کار رو انجام بده تو کارم خیلی خوب میشه ولی حس رضایت ها رو نداره آره من, من حالا با چیزی که احسن. کارون داره میگه اصلا یه داستان دیگه است آه. چیزی که کارون داره میگه اینه که طرف این کارو شاید واقعا قلبا دوست داشته باشه آره این محدوده این کارو دوست داشت ورزش کشتی آه. رو دوست داشت اه اینی که ایمان میگه خیلی حالا قضیه پیچیده میتونه باشه و خیلی فاکتورهای مختلفی توش دخیلن که این حالا اصلا حس رضایته از کجا میاد ما حس رضایتی که داریم آیا فقط از درون خود ما داره میاد یا وابسته است به خیلی عوامل بیرونی که ما بارها راجع بهش صحبت کردیم که قطعا وابسته است مطمئنا وابسته است آره مثال میزنم ما همینجور که صفحات اینترنت و فضای مجازی هر جا که بریم یه سری آدم هستن بهشون میگن چی اسپیکر این آدما کارشون که به شما یه ویدیو توی شما بندازن که مثلا کاری که داری میکنی و ول کنی بری به اون علاقت برسی کک به آره بعد همینجور که فرزاد گفت یه ککی رو به تنبونتون بندازن آره بندازن یعنی ویره رو میندازه توی تو که مثلا پرسش کنی نکنه مثلا این کاری که دارم الان میکنم ممکنه توشم خوب باشی خب یه چیزی رو میندازه توی تو که نه یه کار دیگه ای هست که تو اونو انجام بدی مثلا میلیون دلار قراره در بیاری مثلا این کار رو داری مثلا فلان خب اینا همش تاثیر داره دیگه اون حس رضایت تو از زندگی رو ممکنه کم کنه ولی اون هوشنگ سوشال مدیا چون نداشت یه ذره کارش راحت‌تر بود یه جمله از قدیمی ها شدیده بود که تو بیابون گم شدید مسیر صافو بگیرید برید هی hey, عوض نکنید چون ممکنه دور خودت بزنی و هوشنگ این کار رو کرد و موفقم شد خدا رو جالب بریم بریم جالب داری بریم هنوز اون صدایی میاد من فقط از ازتون میپرسم چون که نه من, من, من اصلا این صدا رو <متر> الان باستنیز. به طرز عجیبی اومد. <applause> <applause> خیلی عجیبه، نمیدونم چه جوری، چرا اتفاق میفته. فکر کنم ایمان کامپیوتره جسیده به اون لولی که کامپیوترها مغزشون فعال میشه و یه اسمی هم داره و میفهمه که چه این, این کارو کانشسنس. دا. نمیدونم داره چیکار میکنه ولی متاسفم. برای آقا خوبه که از کامنت ها شروع کنیم. بفرمایید. این داستان خیاش رو شما دوباره گفته بودی <تصفح> بله برای محسن سوال شده بود که آقا این داستان خیاش رو یه بار یه تعریف میکنیم من در جان نیستم مربوط به کدوم اپیزود هست بعد یه دوست دیگه اومده بودن اپیزود رو گفته بودن اپیزود 131 تعرض جنسی بود که اینم موضوع به من برمیگرده و حالا برید گوش کنید دیگه نیازی من بگم تعرضی بود که به فرزاد شده بود بعد بودا... اصلا خنده نداره آمدن خنده من ببخشید من مذارم امیدوارم حالا چون من خودم اینجا میشه بهش خند ولی گفته اکرم گفته بود که بالاخره کارون به محبوب و مطلوبش رسید دیگه از این به بعد سرتونین تلاشو میکنه مغزش قشنگ گفتن نه نه کارون از این به بعد هوشنگ ترشو میکنه او یکی هستی گفته بود که مثل همیشه عالی بود و اینکه برخلاف کارون و مامان, مامان ایمان به نظرم لاغری خیلی هم به ایمان اومده ها <applause> <applause> گفته بود نه آقا ما دو سه شب پیش بود ایمان رو دم خونش گیرش آوردیم دیدیم نظر من و یه سری دیگه بود که دیگه بس به نظر من خیلی وقتی که بسته عین هروئینیا شده <applause> فقط یه گوشه تیره پوشیده بود یه گوشه تو پادکست بودن آره میبنده صفت باز راحت نکنه دادم همه هم بلدن همه تو فیلم میکنم به خاطر نشوندن دادن جوری تزریق اون یه دلار میخوام پس بگیر تو کس باکس گفته بودن وقتی کارون کلمه محبوب و مطلوب و میگه احساس میکنم تو قرن هفت و هشت دارم اپیزود گوش میکنم آره بری تو ادبیات خیلی این به کار میره محبوب و مطلوب و خیلی هم قشنگه مطلوب زندگی تو دیگه یعنی یه موجودی که باید دست نیافتنی باشه چون دست یافتنی باشه که مطلوب نمیشه که داریش باید یه چیز دست نیافتنی باشه که تو به شوق اون از دوپامین میاد به شوق اون داری به زندگیت ادامه بدی و میطلبی اونو یه اتشی توی تو به وجود آورده که بری و اون رو به دست بیاری و از اونجا بعد دیگه برات عادی بشه هوشنگ با دوپامین رفتارش چطور بود مشکلی داشت نداشت شنگ. تو این قسمت دوپامین نداشتیم <تصفح> یه دونه از اون کامنت های خوب که حالمون رو خوب میکنه ریحانه گفته بود که فکر میکنم این توی یوتیوب بود آره بعضی وقتا یه اتفاقاتی توی دنیا میفته که حالم و از این دنیا و حتی از اینکه وجود دارم به هم میخوره, میخوره. و خود که از کمک میکنه که حالم بهتر شه اینجاست که میگی مرسی که هستی واقعاً ما تو امیدواریم که از اون اتفاقا براتون نیفته که حالتون از همه چی به هم بخوره ولی خوشحالیم که یه تسکین دادیم در مورد اخبار و اینا باز خبر یه جالب دارم ببخشید خارج آه. از برنامه هر وقت نوبت جالب شد من یه جالب بگم بیا دیگه الان جالب بگو الان بگو یه یه سری پله بوده یه ست پله تو خیابان ولی اصر تهران حالا نمیدونم کجاش بوده شما در مورد تهران شاید بهتر باشه که اصلا دیگه یه شهر از ایران دیگه. دیگه میتونم راجعش صحبت کنم در مورد اصفهان صحبت بکنیم بعد اینو من تو توییتر دیدم خیلی هم سعی کردم داستان کاملش رو پیدا کنم ولی انقدر اطلاعات جسته گریخته بود فقط کلیتش میگم اینو مثل اینکه شهرداری ته یک اقدام کاملا خیلی خودجوش و عجیب غریب توی یه روز تعطیل میان کل این پلا رو رنگ سبز میزنن حالا چرا این کارو میکنن چون این پلا خیلی پلاه قشنگی بودن و بین پلا ترهای ایرانی و ترهای مثلا قدیمی آره آریایی به رنگ های مختلف و خیلی چشم نواز و خوشگل بود بعد دختر پسر می میمدن مثل این که اینجا با هم قرارهای عاشقانه میذاشتن معاشقه می معاشقه میکردن با کرنن. مطلوبشون بله با مطلوبشون خیلی مطلوبی میگرفتن تو فضای مجازی میذاشتن اکسای نامطلوبی میگرفتن <تصح> یه <تصح> یه هات شده بوده اونجا خلاصه بعد شهرداری مثل اینکه میفهمه و اینا میگه نه اصلا امکان نداره بریم برینیم به قیافه اون اومدن از بالا اینجوری دیمارستانی. که پیداست انگار سطل رنگ سبز و دقیقا همین که ایما میگه ول کردن رو نرده ها و پله ها و اصلا یه وضع عجیبی که اصلا آرته. من دیدم خیلی ناراحت شدم بعد جامعه توییتری کار قشنگی کردن اومدن اینو رسانهش کردن ریتویت های مختلف رسید به دست یکی از اعضای شورای شهر رو واکنششون دادن اینا و خب اومدن این گندی که زده بودن و پاکبان های محترم و زحمتکش با تلاش و, مر... تلاش و مشقت زیاد مشقت زیاد کرده. خودش کامل کنه تلاش ج... و مشقت زیاد مرمت کردن مرمت باری این مرمت و مشقته داشت آره خلاصه این یه جالب چیزی بود که من دیده بودم توی اگر که عکسش اینا هست برای اون عکسش هست آره عکسش عکس قبل و وسط و بعدش هست باید در تهران شما چیز دیگه فکر کنم مثلا دیدن خب بیبرم. اینجا یه نقطه ای که آدما دوستش دارن و لذت میبرن ما که نمیتونیم بذاریم کسی لذت ببره ما باید خراب کنیم پس ما به یه سری آدم پول میدیم رنگم میدیم یعنی هزینه میکنیم که برن قیافه اونجا رو خراب کنن اینا رفتن و با موفقیت خراب کردن بعد یه کمپینی راه میفته میگه او صداش ما سرکن گبین صفرا وجود. چیکار کنیم باید بریم درست کنیم دوباره به یه سری دیگه پول میدیم با مثلا آره سا... شما برید مثلا اینا رو پاک بابا یه مدیر اونجا نیست یه مدیر ده. اصلا دیارو پنجم دبستان خونده باشه میفهمه این کار اصلا بهینه به نیست جواب سوال شما اینه که نه بعدی نه. اینا قضاوت شاید دلیلی پشتش بوده راست میگه آدمارم قضاوت نکنیم بهتر ولی فرهاد اینا تو کتگوری چیز قرار می گرفت کارون بعضی موقع تش... چی, میگفت کارون تشکر تو... تشکر تش... تو کتگوری تش... جالب نیست تشکر هفته هست بله 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 جر دیدی آره آره خیلی قشنگ بود ولی سری کمش کرد آره آره جلسی گرفت آه یه جالب در مورد رکورد گینس بگم که آقایی تو این هفته یه لیتر آب لیمو رو تو 17 ثانیه خورد فشارش فکر کنم به صفر رسید با یه لیتر آب لیمو بیهوش نشد تو دوزی چرم بوده رفیقمو ببین یکی بچه‌ها تو دانشگاه با 300 امتحانش لغو شد حذف پزشکی کرد درسو او. نه آره بچه‌ها بلد بودن آه سیصد کار ما یاد ندیم توی ای اپیزو دو... این اپیزود داریم تو کاره بعد بعد اونایی که بخواد این کارا بکنن ولی آره قبل امتحان خورد فشار میندازه دیگه درسته رفت بعد آره فشارش پایین بود سر جلسه پزشک اومد و حظوه پزشکی باش داستان دیگه ای کار درسته دارد... نیست آدم ها صادق باشید امتحان رو اگه نخوندید برید فیل کنید ولی صادق باشید بله اه... در مورد تنگ بازی در یونان باستان در مورد اتفاقاتی تو آمریکا داره میفته در واقع تظاهرات هایی که الان هست تو خیلی از شهرهای بزرگ که شروعش هم به خاطر کشته شدن آقای جورج فلوید بود ایشون یه آمریکایی سیاهپوست بودن یا آمریکای آفریقایی جوری که خودشون میگن و هفت... توی این هفته ای که گذشت توسط یه پلیس کشته شدن توی خیابون خیلی رسمی و فیلمش هم در اومد من, من خودم شخصا فیلم رو ندیدم ولی اون کلماتی رد و بدل شده تو اون فیلم خوندم خیلی سنگین بود و اینطوری که من خوندم یه 20 دلاری فیک استفاده کرده توی سوپر آه، آه، که داشته خرید میکرده و حالا اون صاحب سوپر زنگ زن زنه زن پلیس و اینا پلیس ها میان میگیرن اینو و آه، اون آه، وقتی که دستگیرش میکنن با بدترین نوع خلاصه ایشون کشته میشه زیر دست و پای این معمول به سبب همین هم همه خیلی از آمریکایی‌ها البته نمیشه گفت خیلی از آمریکایی آمریکا 300 امریکا میلیون جمعیت داره ولی خیلی یه قابل توجهی داره خیلی تظاهرات و کلا این داستانی بوده که همیشه بوده برای سیاپوسا از, از طرف سفیدپوسا کارهایی که پلیس های سفیدپوس میکردن با سیاپوسا اینا و خیلی، این هم خیلی غم انگیزه در اون تعبیز نجادی همیشه بوده دیگه حالا اتفاقاً آقای جبرانی هم الان یه دونه ویدیو گذاشته بودن که توی یه دونه تظاهرات توی الی بودن برای این قضیه خیلی داره خشین میشه بعضی جاها دارن بانک ها رو آتیش میزنن همون کاری که خیلی جای مختلف دنیا دیدیم وقتی تظاهرات میشه هیچ وقت صلحا میز اونچنانی واقعا نیست <تصفح> <تصفح> خی... خشم نهفته است نه هم دیدید که آقای ظریف هم یه توییت کرده بودن نه هم توییت دیدید یا نه غلط آره تصحیح کرده یه دونه مقاله در واقع درست کرده بودن یه دونه پرس استیتمنت بوده یه دونه چیز خبری یه نشست خبری مقاله نشست خبری بوده که در مورد تظاهرات توی ایران اتفاق افتاده بوده داده بودن بیرون این نشست خبری چند پیش. بود. مال پیش آره مال 2000 فکر کنم همین 2019 فکر می‌کنم آخر فکر می‌کنم و آقای ظریف اومدن روی اون جاهای مختلفی که نوشته ایران رو خط کشیدن که بودن آمریکا و اینا و گفته که هم اتفاقایی که تو ایران میفته توی آمریکا ممکنه بیفته روی این حساب ما مشکلی باس. نداریم نه نه اینکه مشکلی نداریم مشکلی نداریم که نه ولی خب برای تیکه سنگینی انداخته بودن دیگه ام... میتونیم این اپیزود با یه خبره تقریبا او قبل اون چیزو بگم که جنگل های قرب ایران آره داره می همین الان هفت نقطه ایران الان آتیش سوزی وحشتناک است آره و حالا چند دوباره. نقطه بخشی؟ هفت. اصلا. من امروز صبح دیدم هفت نوشته دوباره داستان های امکانات و اینکه حالا هلیکوپتر نیست و اینا هم مطرحه حالا ان که هلیکوپتر گفتم میفرستیم به شرط اینکه بدهی رو با ما صاف کنید آره بعد دیدم یه مثلا. عدد خیلی مسخره 15 میلیارد تومان مثلا تعیین کردن برای این کار که اصلا عجیب بود بعد اون فیلم رو دیدید حیوانات وحشی دارن فرار میکنن خیلی... نه من ندیدم من رو دیدم خیلی ناراحت کننده یه فیلم دیدم, دیدم. یه عالمه حیوان دارن مثلا فرار میکنن که برن یه جایی که هوا خوب تره خب همین چند ماه پیش بود استرالیا اینطوری بود مم. میگم دنیا واقعا داره سرازیری میره و نمیدونم کجا میخواد یا میتره که یه جای باید استاب کنه دیگه من نمیبینم که به این زودی یا زود برگرده به شرایط عادی ولی خب داستان ترامپو بگی با شبکه مجازی؟ ام... من بگو تو خودت بگو من نمیدونم در وقت... هفته پیش اون اتفاقا در مورد هم آزادی آره باید. خیلی باحال ایوان اینو رفت بعد فرد چند روز بعدش این صدای داره میاد شده ترامپ یه توییتی کرد راجع به انتخابات امسال آمریکا که توی نوامبر که ممکنه از طریق صندوق‌های پست یعنی پستی انجام بشه حضوری نباشه گفته بود که این اتفاق اگه بیفته مثلا تقلب ممکنه توش باشه توییتر برای اولین بار اومد روی توییت ترامپ در واقع یه برچسب راستی آزمایی بهش میگن زد که مثلا برن فک چک کنن که آیا اصلا این حرف درسته درست نیست و اینا که ترامپ هم به سان یه پسری که راهنمایی و سن بلوغ رسیده خیلی غرور داره یعنی یکی مثلا بهش بگه که اه تو مثلا ظاهر خوبی نداری این بدتر حمله میکنه میگه نه تو ظاهر خوبی نداری ممکن حالا واقعا ظاهرش بد باشه شروع کرد آره می شروع انتقام گرفتن که اصلا آقا ما در توییتر رو میبندیم توییتر با اه... توییت حالا فضای مجازی کلا با چیزا بدن با محافظه کارا بدن حالا توییتر ما میدونیم سی اوش برخلاف یه سری سی اوهای کمپانی های بزرگ دیگه خیلی محافظه کار نیست ظاهرا کمپانی دیگه همشون با همین مثلا مارک زاکربرگ شام دو نفره با شام خصوصی با ترامپ نشستن چیز کردن یه کمپانی دیگه ما میدونیم مثلا توی خونه شخصیش یارو فاند ریز کرده براش اینا همه قولای آمریکا هم. ولی سی او تو هم میگم سی او توییتر تو همون موقع سی اوش چندین میلیون دلار که عدد خیلی زیادی بود الان دقیقش یادم نیست ما راجعش صحبت کردیم داد برای ویروس کرونا اینا دو دو بیلیون بود آره یه بخش خیلی بزرگ از ثروتش رو داد که بقیه اصلا نزدیک هم نشده بودن به این عدد آره توییتر این کارو کرد بعد ترامپ هم داره یه بیانیه میده که خیلی محدود بکنن شبکه مجازی رو من جزئیاتش رو نمیدونم ولی دعوای دیگه فیلترینگ آمریکا می یواش داره شروع میشه فردا روزیه که برید توی توییتر توی دات کام بگرد و با, با فیلتر شکم برید <applause> آره. با آی پی ایران آره بیه ایران یه فیلتر شکم بذاری تو ایران بس از ایران بره تو تویتر دیگه ببین دنیا و موقع که داره واقعا تمام میشه آخرش آره یه کار جالب دیگه هم که ترامپ کرد که بودجی که به سازمان بهداشت جهانی دبلیو اچ میداد و کلا ورداشت گفتش که شما از چین دارید دستور میگیرید و ما هم موافق کار شما نبودیم و برداشتیم بعد این دیگه احت... این بدترین زمانیه که تو میتونی همچین کاری بکنی وسط پندمی دقیقا جایی که شما به سازمان بهداشت جهانی نیاز داری پس فردا اگر دارویی پیدا شد واکسنی پیدا شد اینا باید مدیریت کنن که بین کشور رو توضیح کنن این دیگه بدترین زمان ممکن است که ببینید چقدر این آدم نمیفهمه آقا الان من باید با اینا مثلا سرشاخ بشم که قدرت خودم رو نشون بدم دامیننس بودن خودم بودن رو نشون بدم بودن دیگه. دیگه عقل و شعور که نمیشناسه دیگه طرف فقط میخواد همون دامیننس خودشون نشون بده فقط آره. نشون بده که من کم نیبردم ولی بیشوری بیشوریه شعوریه چیزا رو حفظ شد فرستادیم برای هم دیگه اون میمی که بود میگفت یکی که رو در میزنه اینجوری با دستش میزنه به در تو بلا فاصله پشت در چند بار میزنی که دامیننس خودتون نشون بده <تص> این هم دقیقا تو اون لحظه آقا ما بودجه شما رو قطع میکنیم اصلا این کارای رادیکال یهویی یه که هیچ فکری پشتش نیست نمیدونم چه چجوری میذارن تو قدرت یه همچین آدمی که یعنی این آدم بتونی قدرت رو داشته باشه که یه همچین بودجه به این بزرگی رو حذف کنه بگو یه چهار نفر دیگه یه رعی تو مجلستون بذارید یه همچین چیزی این برم ساعت صدای عجیبی داره میاد هفت داره چیز دیگه داری فرزاد؟ آره یه چیز چندش شاور میخوام بگم که تمام کنیم اپیزود با این باشنگه داستان برمیگرده به اوایل مارچ وقتی که هنوز حداقل تو آمریکای شمالی زیاد بسته نشده بود اصلا, اصلا جایی بسته نشده بود هنوز دو هفته اول مارچ مثلا به خاطر کرونا و داستان توی شهر شلدن آیوا توی آمریکا اتفاق افتاده توی یک کالجی به نام نورث ویست آیوا کامیونیتی کالج و آه فکر میکنم چهار تا همخونه بودن که سه تاشون میان دست به یکی میکنن با هم و سر اون یه شخص چهارمه میخواستن یه در واقع کرمی بریزن و میان حالا من دقیقا نمیدونم چجوری ولی یه وسیله حالا هست حتما مثل سنگ پا هر. نمیدونم مثل رنده است چیه که میمالی به کف پات یا مثل به پاشنه پاد که حالا مثلا تمیزش کنی و خب این یه اون سوهان پای دیگه تمالا سوهان پای و اون یه لایه دو سه لایه پوست سوهان پا سنگ پا قذبینه آره از پات میکنه و خب اینا این کار رو کردن و پوسا پاشونو پاشون رو کردن، این سه تا دانشو و ریختن توی بگ توی اون کیسه ای که اینقدر با, با سرعت یواش میگه تو دق مرگ که آقا بعدش <applause> چی <تصفح> <تصفح> پنیر پیتزا تو بگ پنیر پیتزا ریختن اینا رو میکس کرد و این شخص چهارم این همخونه چهارمشون دخترم بودن همش و چرا, چرا سکسی شد یهو این وسط دخترم بودن همه شیه نه آخه مثلا آدم فکر میکنه پسر این کار رو انجام بده <applause> با هم خونهش بعد بهش میگن رنده پا آره رنده پا بعد خب خ... تصورم میکنه شبیه میشه شبیه پنیر میشه پنیر رنده شده تو تبلیغاشون برد. همینه دیگه نشون میدن تا میاد بیرون عین پنیر رنده شده بعد خلاصه نمیدونم حالا اون نفر چهارم چه جوری میفهمه و فلان و اینا کار میکشه به پلیس و اون تو... بو میده به خاطر اینکه اگه بذاریش تو فر بو میده پنیر آدادی خودش یه بوی میده آخه پنیر بعد اونا رو میگیرن پنیر. و اینا بعد دانشگاه رو اینطوری که من قبل اینکه کلا دانشگاه رو ببندم برای کرونا برای این کار میبندن چرا میبندن چی؟ چرا میبندن درش نمیدونم مثلا یه حالت سیفتی و سلامتی کانسرن بوده که آره خیلی عجیب بوده چرا اصلا ما اینو داریم میخونیم تو اینو کجا میبینی؟ آره کجا سابسکرایب کردی که برات همچین خبری بیاد کی برات تو این چیزا رو میفرسته کورای فرزاد اینارو حالا من چیزی که خودم واقعا حس میکنم اتفاق میفته حالا تو ایران من نه دبیرستان رفتم نه دانشگاه اینا ولی من و حس, ای حس میکنم من ایمان ولی رفتیم حس میکنم اتفاقات فراتر از اینی بیفته تو ایران و هیچ اتفاقی هم نیفته این آره من همین الان یه سری خاطره دارم که نمیتونم بگم ولی آره ایمار بزن اون زنگو بزن که دیگه آره چون که بدتر از اینم میفته آره, آره ترجیح میدم حالمون دیگه بد نشه من نیست میدم خالیه زیاد مناسب نیست داره این قضیه خیلی خوب با توی تمام فضای مجازی سون خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخوایم با مرتبات مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام منو نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با یه موضوع و اپیزود آخر این فصلمون برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ